شما چطور؟ شما حرف برای گفتن دارید؟ من دوست داشتم که صحبت داشتم، چون چیزایی که اینجا من حداقل میشنوم احساس میکنم که اطلاعات خیلی خوب و پایه‌ایه که ما خیلی نیاز داریم واقعا. ببینید، من چیزی که فکر میکنم کسی نیست که تو کامیونیتی ایرانی زندگی کرده باشه و دلش برای کامیونیتی نزنه، مگر اینکه خودش شخصا مشکل داشته باشه. حالا اینکه یک مجموعه ای حاضر شدن بیان تلاش کنن منافع این مجموعه رو بالا ببرن، به نظر من این اصل قضیه یه چیز ارزشمنده، به قول خانم شعله باید این تقویت بشه. اما چیزی که از اینکه به قول شما گهگاه مسائلی رخ میده که این روند رو یا به مخاطره میندازه یا دوچار بحران میکنه، هر چی بشه این ریشه ها رو شناسایی کرد، نه منظور اشخاص، این ریشه هایی که باعث میشه این اتفاق بیفته و این ریشه ها رو اونایش قابل ترمیم نیست زدود کنار گذاشت و ریشه هایی که میتونه این قضیه رو تقویت کنه پایدار کرد، این یه کار ارزشمند تلقی میشه. باور کنید اطلاعاتی که الان خانم نیازی یا خانم شعله گفتن، من اگه جایی میتونستم این اطلاعات رو قبلا به دست بیارم حتما میرفتم دنباله، چون واقعا این اطلاعات هایی پایه‌ایه. کانون که ما اگه همونجور هم خود شما گفتید، اگه تاریخ رو نشناسه مجبوره دوباره تجربه کنه، تکرارش کنه. وقت ببینید الان، اما چیزی که حداقل من فکر میکنم مجموعه ای رو که حداقل ما باش به تازگی این وارد شدیم از دوستان، باور کنید که مجموعه ای حالا غیر از بنکی این رو دارم به سر نمفقه، اما مجموعه ای جوانیست. هم حداقل ما تو این جلساتی که با هم داشتیم فکر میکنم آمادن عشق و علاقه این رو دارن که به کامیونیتی خدمت بکنن و هیچ کدوم هم در سر قوقای کارایینی اصلا ندارن و میدونن که این راه راهی پر از ماجرا، اما تو این راه مسلماً نیاز دارن به اینکه دوستان تجاربشون رو، نظراتشون رو در اختیارشون بگذارن، طرحایی که به نظرشون میاد عملی باشه. چون مسلماً ما اگه دوباره بخوایم از صفر شروع کنیم خیلی آسیب میبینیم، زمان زیادی رو از دست میدیم. این نیاز داره که افراد این تجارب رو انتقال بدن. من الان امروزی که اومدم این صحبته که خانم نیازی و خانم شعله گفتن، به نظر من خیلی چیزای ارزشمند روی بخشی که حداقل قلمم توانش رو داشت یاد داشت کردم، برای که به نظر من اینا چیزایی که واقعا باید افراد بدونن. یه خوبیه که ما ریشه های مسائل رو بدونیم از دیدگاه های متفاوت تا بتونیم بهتر عمل کنیم، سالمتر حرکت بکنیم. این انشالله امیدوارم تو همین روند بدونم. اما بازم دلم میخواد که چون ما شده اینجا کسایی که هستن تجاربه خیلی خوب و زیادی دارن، ما اگه بتونیم اینا رو در جریان قرار بگیریم، یه ارتباط دو سویه برقرار کنیم، مسلماً هم ما هم دیگر دوستان بهتر میتونن عمل کنیم. خاطر مسلم در شرکت میکردیم در گذشته اوقات، از اون زمانی که بطرهای زنجیری بود از اینجا بروس میگرفتیم میرفتیم به سفارت اتقل میگرم اینجا دارت رو شباید ایران میگردیم اون وقتا و افرادی مشخصی بودیم که همیشه دنبال میگودیم که دموکراسی برای کشورمون باشه و کارهایی که باید ما انجام میدادیم اصلا فکر نمی کردیم که چی باور داریم یا نداریم، من با نیاز یا با افراد دیگه متدا هم اصلا از ایدئولوژی با هم خیلی فرق داشتیم، ولی با هم همیشه با هم بودیم. از در حقوق بشر اون زمان هم فعالیت میکردیم یا بیانیه‌هایی که بود مطرح میکرد یا پشتیبانی از جامعه بود که زندان بود یا من مثلا نامه حزب سبز فرانسه رو در جوی دانشگاه تورنتو مثلا میخوندم برای جامعه بود که آزاد بشه یا خانم
هستند. یک تظاهرات زنده جنگ و امثال رو که ما وقت رو شرکتی کردیم. ولی افرادی که دنبال قدرت بودن هیچ وقت با ما نبودن. همیشه در مقابل ما بود. این افرادی هم که اینجا مطرح شد یا و چهار نفر از اینها حقوق بشر جایزه دادن افرادی ها هستن. همون افرادی هستن که خشونت طلب هم. یعنی ذاتشون با قدرت حاکم کنونی فرقی نداره. اینا خودشون رو سعی میکنن اپوزیسیون در صورتی خودشون مثل اونا هستن. رو سعی میکنن که دنبال قدرت هم میخوان که قدرت بگیرن. بنابراین بازیچه قدرت های خارجی میشن و حالا میبینیم که کم کم دارن خودشون رو عیان میکنن و خودشون رو ظاهر میکنن. این افرادی که مطرح شد به صحبت کردن این گفتن که ما تیم خودمون رو آوردیم و بقیه چیکار داریم که باشن. ما تیم جرایی هستیم که اومدیم با تیم خودمون درست همین فاجر استفاده کرده بودیم اومدیم که یک جرایی بکنیم معمولیم از طرف ناتو و یا کنسرواتیوا و یا از اسرائیل که برنامه هست که این برنامه به پای ما نوشته شده و ما میخواییم پیاده بکنیم این برنامه رو که این کم کم با اون دادگاه کشتار سال 61 که دنبال شد عنوان چی بود اسمش که بودن؟ تریبونال. اون وقتا من هیچ شک میکردم که اینا اون وقتا که ما تظاهرات میکردیم چی میکردیم اینا کجا بودن؟ یه دفعه خانم کاظمی چقدر ما چقدر ما تظاهرات کردیم اینجا اصلا اینا نبودن که اینا چجور شد یه دفعه تریبونال اون وقتا اون همه کشتار اینا ساکت بودن حتی کشورهای غربی اصلا حرفی از حقوق بشر نمیزدن یه دفعه حقوق بشر به تریبونال امثال هم این افراد و گروه ها میبینیم که در گذشته هم همینجور بودن. در یک جلسه علنی هم که شما بودیم وقتا من شما رو نمیشناختم 20 سال پیش بود در 20 سال پیش که جلسه بود که خانم مینا احدی اومده بود اینجا یا سه ماه آره بعد ایشون اومده بود فیلم برلین رو میخواست نشون بده مسخره میکرد افرادی که اونجا سخنرانی میکردن آقای اشکیوری این آخوندک فلان و بهمان اینا بعد جلسه که چیز شد پرسش سوال من بلند شدم سوال کردم گفتم فرق شمایی که اینجا رفتید جلسه رو به هم زدید تو برلین و فیلم گرفتی آمودی اینجا خیلی افتخارم میکنید چه فرقی با اون شما دارنی که تو ایران هستن و جلسات رو به هم میزنن فرقتون چیه؟ آقا این مزدور رژیم این چیچیه فلان بهمانه این خانم بوزا به حرفش بزنه این داره سوال میکنه از شما شما چه فرقی با اون دارید که جلسه رو به هم میزنه حالا این اومده سوال میکنه شما اجازه نمیدید بهش حرف بزنه یه بلبشوی شده بود اون هم خورده بود اون جلسه که این سوالا میگم که این افراد همون افرادی هستن که اومدن یک ایدئولوژی خاصی دارن میخوان بیان اون رو پیاده بکنن این هم برنامه ریزی شد از طرف ناتو که اون جلسه هم که دوستان رفتن اونجا اون رو افشا کردن و خود خانم افشینجم هم علنا گفت که این یک برنامه ایست شما ایرانی ها به ما گفتن که شما ایرانی ها با هم همسو نیستید همخوانایی ندارید ما به جایی که بیاییم شما هر کدوم حرف کدومتون رو بزنید یا یک حرفی بزنید که ما بتونیم از طریق شما اون رو اجرا بکنیم علنا همینجور شد دیگه برنامه ریزی از قبل مشخص شده بود برنامه ریخته شده بود که میخواستن افراد رو از نظر ایدئولوژیکی یه فرد دانشگاهی رو بیارن و افرادهای که عامل اینها باشن این افراد رو گروه های خشونت طلب رو با هم همراه بکنن و بتونن اون برنامه خودشون رو که در نقشه دارن برای حقوق بشر رو بهانه قرار بدن به درست توسط این خشونت طلبان خارج از کشور که بتونن امیال خودشون رو در ایران برسن با تحریم ها و جنگ همونطوری که در سوریه و لیبی و همساله ها یعنی از اینا ابزار چکشی استفاده بکنن برای رسیدن امیال امپریالیستی به جانفران و محافظگاران بیرونی خب ما این رو اگر در اشل وسیع تری مطرح بکنیم میبینیم که اینا همش معمول بودن همونطوری که صحبت شد خب اینا مسئولیت
خدمت به مردم رو اصلا در سر نداشتن. اینا یه برنامه به اینها داده شده بود، اینا میخواستن اون رو انجام بدن. اینکه تیمی با افراد خودش برای جراحی مخصوص کلا اینا بفهمید. من یه چیزی بگم، دقیقا این مسئله ایست که تاریخ نشون داده. به این روزا ما شاهدیم و دیدیم عملکرد اینها هم همینجوری بود که ماهیت اینها رو نشون داد. و حالا که می‌فرمایید که ایشون مقاله می‌نویسند و نقد می‌کنند و که این انتخابات جدید مهندسی شده هست و امثال هم، اینا فقط برای اینکه اون مسائلی که خودشون پشتشون بودن نقام نهار بپوشونن، سعی میکنن که از این طریق خودشون رو تبرئه بکنن به نظر من. و الا افرادی که ما میشناسیم و افرادی که اونا خودشون اومدن اولا ما شاهد بودیم، دیدیم که فقط مأمور بودن که یه سری کارهای رو از قبلا آماده کرده بودن، از این طریق یک هژمونی از طریق کنگره بین ایرانی ها به وجود بیارن که اون همگرایی به وجود بیارن که بتونن نقشه هاشون رو پیاده بکنن، که خوشبختانه با برخورد بعضی از بچه ها و افشارگری ها و همسال ها که اینا زندگیشون رو برای همین ها از دست دادن که از اون کشور اومدن بیرون، باعث شد که اینا نتونن اون کار خودشون رو دنبال بکنن، به خصوص کارهای فیلمبرداری که دوستان رفتن اونجا کردن و آقای نهی و همسال هم میبینیم که باعث شد که اونا کم کم خودشون رو بکشن کنار و میبینیم که اصلا هیچی هم نمیدویستن راجع به اون مسائل و راجع به این چیزایی که ما میگیم مده هستیم که شما مأموری که برنامه ریزی شده بود شما رفتید اونجا. من حتی علنا به خود تو جلسه ای که آقای جان بیگلو گفتن که اینجا مال ناتو هستا در این ویدیو، گفت نه اینجا یه چیز عمومیه. بعدن که رفتن و اومدن مشخص شد که گفتیم نه دیگه نیستش. بعد از نوشتن اون منشور 91 به هر حال خودش رو کشید کنار. خودش رو فوراً کشید کنار. من مستقیماً باهاش صحبت کردم راجع به این مسئله. گفت جان بگی از اینا باهوشتر هستش که بخواد اینجوری جمله تله بده. حالا به هر حال ولی توی مایک صداش صدای همسو با این اکثریت نبود. به دو سه نفر اونجا برمانی بسید. انسان اینقدر سقوط میکنه که به این سادگی خودش رو کوچیک بکنه یا بفروشه یا من نمیفهمم که این تا زمانی که یک نماد